سلام، مثل اینکه امروز روز جهانی صلحه، منم خواستم یه پیام بذارم که توی این روز جهانی صلح از جنگ دفاع بکنم. البته به خاطر صلح از جنگ دفاع بکنم، این به نظر متناقض میرسه، ولی دیگه فکر کنم خیلیاتون یاد گرفته باشین برای اینکه ما به صلح برسیم احتیاج به نابودی دشمن داریم. شما در طول تاریخ اگه نگاه بکنید، جنگ جهانی دوم اگه نگاه بکنید که چجوری صلح با ژاپن، دنیای غرب چجوری صلح با ژاپن به دست آورد، چجوری صلح با آلمان به دست آورد، اگه مقایسهش بکنید با جنگ جهانی اول، شما روی کاغذ اگه بخواید بیان بنویسین، اگه مذاکره بکنید، اگه بخواید مماشات بکنید با دشمنانتون، با تروریست، با فاشیست، این صلح موقتیه. صلح طولانی موقعی به دست میاد که شما دشمنتون رو نابود بکنید و امید پیروزی رو بتونید از دشمنتون بگیرید. ما ایرانی ها باید این درس رو یاد بگیریم. شما بیاین تو دوران اخیر هم اگه نگاه بکنیم، اسرائیل صلحش رو چجوری با اردن به دست آورد، اسرائیل صلحش رو چجوری با مصر به دست آورد، با نابودی دشمنش، با شکستشون، با گرفتن امید برای پیروزی. الان هم اگه نگاه بکنید، کسانی که به اسرائیل دارن میگن که تقاضای آتش بس دارن میکنن، تقاضایی میکنن که جنگو تموم بکنه، به خاطر اینکه اینا از تاریخ چیزی یاد نمیگیرن. شما اگه میخواهید با صلحی توی این منطقه داشته باشیم، اسرائیل باید حماس رو نابود بکنه. خیلی موقع ها برای اینکه ما به صلح پایداری برسیم، باید از جنگ دفاع بکنیم. برای اینکه طرفت داری با کسایی میجنگی که در جبهه مرگ هستن. شما وقتی تو جبهه زندگی هستی، نمیتونی مذاکره و مماشات بکنی یا تقاضای آتش بس بکنی. شما باید این دشمن رو نابود بکنی. ما اینا رو باید ببینیم. ما باید ببینیم که اسرائیل چجوری تونسته به صلح‌های طولانی مدت برسه با پیروزی در جنگ. ما باید از تاریخ یاد بگیریم که ببینیم که توی طول تاریخ اگه نگاه بکنی، اکثر موقعهایی که ما صلح طولانی داشتیم به خاطر این بوده که بعد از یک جنگ بوده که کسانی که در طرف زندگی بودن، طرف بهزیستی بودن، تونستن یک پیروزی قدرتمندی رو به دست بیارن. ما ایرانی ها الان که با یک دشمن بزرگی به اسم جمهوری اسلامی طرفیم، باید از این وقایع یاد بگیریم. الان ما دیگه کسایی که میگفتن مثلا مردم حالا خشونت نکنن، تو خیابون این کارو نکنن، اون کارو نکنن، قبلش هم که درباره اصلاحات و اینا صحبت میکردن، الان این آدم ها صداشون داره کمرنگتر و کمرنگتر رو میشه و دیگه این خط قرمزهایی که قبلا برامون میکشیدن و الان دیگه جرئت نمیکنن بکشن، برای اینکه میدونیم ما با چه هیولایی طرفیم. شما وقتی که داری با هیولا مبارزه میکنی، حرف از صلح فقط موقعی باید بزنی که این هیولا نابود شده، چون شما با هیولا وارد مذاکره برای صلح نمیشی. شما وقتی که با هیولا مماشات میکنی، اگه فکر میکنی به صلح رسیدی، تنها کاری که کردی اینه که جنگو به تاخیر انداختی، روز جنگو عوض کردی، به صلح نرسیدی. موقعی به صلح رسیدی که هیولا مرده. روز جهانی صلح مبارک.